بهترین پلاگین برای آمارگیری از وبسایتمون چیه؟ چطور میتونیم ببینیم روزانه چند نفر از وبسایت ما بازدید میکنن و چند تا از صفحات سایت ما رو باز میکنن؟ سلام من رضا حسینی راد هستم تو این ویدیو میخوام بهتون بهترین روش آمارگیری از وبسایت رو معرفی بکنم. به طور کلی آمارگیری از وبسایت یعنی اینکه ما بتونیم مشخص کنیم چه تعداد افراد وارد وبسایت ما شدن چند تا صفحه از وبسایت ما رو باز کردن چقدر توی اون صفحات موندن چند درصد از افراد بدون اینکه صفحه دیگری رو باز بکنند سایت ما رو ترک کردن چند نفر تو سایتمون آنلاینن افراد از چه کانال های وارد وبسایتمون شدن و به طور کلی آمارگیری از وبسایت یعنی بررسی رفتار بازدید کننده و بررسی آمار و ارقامی که توی وبسایتمون داریم حتی فروش وبسایتمون هم میتونه یک بخشی از آمارگیری وبسایت یا آمار بازدید وبسایتمون باشه یعنی اینکه ما چقدر توی وبسایتمون امروز فروش داشتیم چند درصد فروش ها موفق و چند درصد ناموفق بودن حتی این هم میتونه توی یک سیستم آمارگیری بررسی بشه تحلیل بشه و نتایجی رو به ما بده ما بتونیم از اون نتایج نتایجی بگیریم و بتونیم وبسایتمون رو بهبود بدیم این یعنی آمارگیری از وبسایت برای آمارگیری توی وبسایت ما به طور کلی دو روش داریم روش اول آمارگیری توسط خود وبسایتمونه یعنی خود وبسایت ما یه سیستمی داشته باشه داخل خودش که بتونه هر رویدادی که توی وبسایت ما اتفاق میفته مثلا بازدید صفحات ترک صفحات آنلاین بودن کاربر تو صفحات همه اینها رو بررسی بکنه و تو دیتابیس خودش ذخیره بکنه مثلا توی وردپرس ما یک پلاگینی داریم به نام WP Statistics پلاگین های دیگه هم هستش مثل CY Stats که نصب میشن روی وبسایتمون میتونیم با استفاده از این پلاگین ها تمام آمار و ارقام بازدید از وبسایتمون رو داشته باشیم روش دوم اینه که توسط سایت های دیگه انجام میشه ما یه کدی میذاریم تو سایتمون و بقیه کارها رو این سایت ها خودشون اتوماتیک برای ما انجام میدن در هر دو حالت ما یه پنلی داریم که واردش میشیم اونجا میتونیم اطلاعات کلی در رابطه با تعداد بازدید کننده و رفتار بازدید کننده داشته باشیم اما کدوم یکی بهتره این سوالیه که ممکنه تو ذهن شما به اومده باشه این سوال به طور کلی هیچ پاسخ قطعی نداره اینکه من بگم از وبسایتتون استفاده کنید یا از سرویس های ثانویه از کدوم یکی از این روش ها برای آمارگیری وبسایتتون قطعا بهتره که استفاده کنید پاسخی نیستش که قطعی باشه مثل این میمونه که بگیم از آیفون استفاده کنیم یا موبایل های اندرویدی یا مثلا اینکه اینستاگرام بهتره یا وبسایت هر کسی که طرفدار یکی از اینها باشه دلایل خاص خودش رو داره دلایلشون هم کاملا قانع کننده است ما باید تمام این دلایل جوانب رو بررسی بکنیم ببینیم استفاده از کدوم یکی بهتره تو این ویدیو میخوام این کار رو انجام بدم اول بیاید بررسی بکنیم که استفاده از یک سیستمی داخل وبسایت خودمون مثلا یک پلاگین برای آمارگیری وبسایتمون چه جوانبی میتونه داشته باشه چه خوبی هایی داره چه بدی خب خوبیش اینه که هیچ کدی به وبسایت ما اضافه نمیشه سرعت سایت ما رو کم نمیکنه چرا که نیاز نیست هیچ کدی و هیچ درخواستی از جانب سایت دیگه ای تو سایت ما باشه که خب این باعث میشه نیاز باشه کاربر یک درخواست دیگه ای علاوه به سایت ما به سایت دیگه بده مثلا گوگل آنالیتیکس از گوگل آنالیتیکس ما استفاده میکنیم کدش رو میذاریم تو سایتمون کاربر هر صفحه که از سایت ما میخواد باز بکنه باید یه کدی رو هم از سایت گوگل آنالیتیکس بخونه این خوبی استفاده از پلاگین های وبسایتمونه دومین خوبی که داره اینه که اوپن سورس هم معمولا و میتونیم خیلی راحت کدهاشون رو تغییر بدیم قابلیت های بیشتری بهشون اضافه کنیم که این نیاز داره به برنامه نویسی اگه شما برنامه نویس PHP باشید میتونید بخش های مختلف این سیستم ها رو تغییر بدید کدای دلخواه خودتون رو بذارید و این به نسبت یه سرویسی مثل گوگل آنالیتیکس که ما هیچ دسترسی برای تغییر دادن توی کدهاش نداریم خب میتونه یه مزیت بزرگ باشه درسته که استفاده از این پلاگین ها دو تا مزیت خوب داشت اما دو تا عیب بزرگ هم داره یک سرعت سایتمون رو میاره پایین نه به واسطه اینکه کدی تو وبسایت ما اضافه میشه در واقع تمام این داده ها و اطلاعاتی که داره از آمار وبسایتمون ذخیره میشه تو دیتابیس سایت ما قرار میگیره مثلا شما پلاگین WP Statistics رو نصب کنید بعد از یکی دو ماه میبینید حجم دیتابیس شما از مثلا 50 مگابایت رسیده به 300 مگابایت یعنی اون 250 مگابایت اطلاعات اضافی که توی دیتابیس شما قرار گرفته همه مربوط میشن به اون تیبل هایی که مربوط به پلاگین WP Statistics هستش حجم زیادی از اطلاعات متنی تو دیتابیس شما ذخیره میشه این اطلاعات چیه اینکه مثلا کدوم کاربر از کجا وارد وبسایت ما شد آی پی چی بود چه صفحه‌ای رو باز کرد یعنی هر اتفاقی که داره تو وبسایت شما توسط یک کاربر میفته داره تو دیتابیس شما ذخیره میشه حالا اگر آمار بازدید وبسایت شما بالا باشه مثلا روزانه بیشتر از ده هزار نفر از سایتتون بازدید بکنن به شدت دیتابیس شما حجم میشه حجم دیتابیستون سنگین میشه و این باعث میشه که سرعت سایت شما و مخصوصا سرعت کار با پنل مدیریت وردپرس شما به شدت افت پیدا بکنه مورد دوم دقیق بودن اطلاعات این پلاگین ها هستش معمولا اطلاعات آماری که این پلاگین ها به ما میدن چندان دقیق نیست حتی اگر ربات های گوگل یا هر ربات دیگه وارد وبسایت ما بشه اون رو به عنوان یک بازدید کننده میشناسن به عنوان یک بازدید میشناسن در صورتی که توی سیستم های آمارگیری مثل گوگل آنالیتیکس چنین اتفاقی نمیفته حالا توی بخش بعد بهتون توضیح خواهم داد من وقتی میخوام استفاده از سرویس های خارجی رو مثال بزنم معمولا دو تا سرویس رو مثال میزنم گوگل آنالیتیکس و مایکروسافت کلاریتی چرا چون سرویس هایی که توسط دو تا شرکت معتبر و قابل اعتماد ساخته شدن معمولا سرویس های دیگر رو اگه ما بخوایم استفاده کنیم تفاوت زیادی نداره با استفاده از پلاگین های وردپرسی ولی گوگل آنالیتیکس و مایکروسافت کلاریتی سرویس هایی که من چندین سال دارم باشون کار میکنم هیچ مشکل خاصی به وجود نیومده موقع کار باشون و آمار اطلاعاتی که به ما میدن تقریبا میشه گفت تا 99 درصد دقیق هستن البته مایکروسافت کلاریتی یکی دو ساله کلا اومده از زمانی که استارت خورد نسخه بتاش اومده بود من دارم باش کار میکنم اطلاعات بسیار بسیار کامل و دقیقی داره ولی وقتی صحبت از سرویس های خارجی میکنیم یا سرویس های اکسترنال مجزا از وبسایتمون منظور من استفاده از گوگل آنالیتیکس پس من از این به بعد به جای استفاده از روش دوم میگم گوگل آنالیتیکس تنها عیبی که میشه گفت گوگل آنالیتیکس توی ایران داره یا بقیه سرویس های خارجی ارتباط کاربران ایرانی با گوگل آنالیتیکسه وقتی شما کد گوگل آنالیتیکس رو قرار میدین توی وبسایتتون خب یه کاربری میخواد بیاد وارد وبسایت شما بشه علاوه بر این که میخواد درخواست بده به سایت شما اطلاعاتی رو رد و بدل کنه بین سرور سایت شما و مرورگرش خب یه درخواستی هم باید بده به گوگل آنالیتیکس چرا که شما کد گوگل آنالیتیکس رو تو سایتتون قرار دادید متاسفانه کاربران ایرانی به خاطر مشکلات بین المللی که اینترنت ایران داره ارتباط خوبی نمیتونن برقرار بکنن با سرویس های مثل گوگل آنالیتیکس و این باعث میشه که سرعت سایتتون بیاد پایین مثلا یه هفته پیش یه مشکلی که به وجود اومده بود توی سرویس های گوگل آنالیتیکس این بود که ما به عنوان ایرانی نمیتونستیم از گوگل آنالیتیکس استفاده بکنیم یعنی اگر شما کدش رو قرار میدادید تو سایتتون کار برای شما نمیتونستن سایتتون رو باز بکنن چرا؟ کاربر درخواست میداد به سایت شما کد گوگل آنالیتیکس تو سایتتون بود میخواست یه درخواستی بفرسته به گوگل آنالیتیکس و حدود 20 ثانیه کاربرتون باید صبر میکرد تا صفحات سایتتون براتون باز بشه چرا چون 20 ثانیه باید صبر میکرد تا ارتباطی بین سیستمش و گوگل آنالیتیکس برقرار بشه بعد که کلا خطا میداد خطای 403 میداد اگه اشتباه نکنم و کلا نمیتونست اون سایت گوگل آنالیتیکس رو باز بکنه درخواست بهش بده بعد از 20 ثانیه صفحه سایت شما براش لود میشد با خطایی که گوگل آنالیتیکس داده بود هیچ داده خاصی هم گوگل آنالیتیکس نمیتونست طبیعتا جمع بکنه پس این مشکلات رو داریم یعنی هر از گاهی پیش میاد که ما باید کد گوگل آنالیتیکس رو از توی سایتمون حذف بکنیم تا کاربر بتونه ارتباطی با گوگل آنالیتیکس داشته باشه ولی به طور کلی با وجود این عیبی ای که گوگل آنالیتیکس داره مزایای زیادی داره یکی از مزیتاش اینه که اگه ما بخوایم یه پلاگین وردپرسی یا یک سیستم آمارگیری مثل گوگل آنالیتیکس بسازیم باید سالهای سال زمان بذاریم تازه شاید بتونیم یه همچین سیستمی رو بسازیم مورد بعدی اینه که گوگل داده های بسیار زیادی از کاربرا داره اگه یه کاربری حتی با وی وارد سایت شما بشه مثلا با وی آلمان ولی خب موقعیت یا لوکیشنش تو ایران باشه گوگل آنالیتیکس اینو تشخیص میده و یه لوکیشنش رو ایران میزنه نه آلمان نه به واسطه اینکه از وی پی این استفاده کرده باشه لوکیشنش رو بر اسب آی پیش بگیره گوگل داده های زیادی داره که میتونه سن جنسیت حتی زبان کاربر و خیلی چیزهای دیگر رو در رابطه با کاربر از اکانت گوگلش بگیره توی پنل گوگل آنالیتیکس ما ثبت بکنه همه اینها باعث میشه که گوگل آنالیتیکس بتونه داده های کاملتر و با امکانات بیشتر رو در اختیار ما قرار بده مثلا گوگل آنالیتیکس یه بخشی داره به نام یوزر فلو توی اون بخش میتونیم ببینیم که یک کاربر از کجا وارد سایتمون شده وارد چه صفحاتی شده و در نهایت از کجا خارج شده حتی یه بخشی داره به نام ای e که میتونیم به ووکامرس رو کانکتش کنیم تمام داده ها و آمار فروش وبسایتمون رو بیاریم توی گوگل آنالیتیکس و نشون بدیم و دیگه اصلا نیاز نیست بریم سراغ پنل گزارشات وو کامرسمون میریم تو گوگل آنالیتیکس بخش ای کامرس رو چک میکنیم میبینیم که این خریدی که انجام شده دقیقا از چه مسیری اومده از چه چنلی اومده کاربر چه رفتاری تو وبسایت ما داشته تا در نهایت تونسته اون خرید رو به صورت موفق یا ناموفق توی وبسایت ما انجام بده. پس گوگل آنالیتیکس اطلاعات بسیار بسیار دقیقتری داره نسبت به سیستم‌های دیگه آمارگیری. پیشنهاد من استفاده از گوگل آنالیتیکس حالا یه سری پلاگین ها وجود دارن که میان گوگل آنالیتیکس رو به سایت ما کانکت میکنن تمام اطلاعات و داده های گوگل آنالیتیکس رو توی سایت ما نمایش میدن میتونید از اون پلاگین ها هم استفاده کنید ولی نیازی هم نیست نصب گوگل آنالیتیکس و راه روی وردپرس بسیار بسیار آسونه توی ویدیوی بعد میخوام در رابطه با نصب گوگل آنالیتیکس روی وردپرس صحبت کنم به شما توضیح میدم چطور گوگل آنالیتیکس رو روی وبسایتتون راه اندازی بکنید و به خوبی خوشی ازش استفاده بکنید حتما تو کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید این ویدیو را لایک کنید تا بدونیم که بیشتر در رابطه با گوگل آنالیتیکس و سرویس های آمارگیری وبسایت باید صحبت بکنیم و حتما منتظر ویدیو بعد باشید چون توی ویدیوی بعد میخوایم گوگل آنالیتیکس رو به بهترین شکل ممکن روی وردپرس نصب و راهاندازی بکنیم